برابر توهینی که به حضرت رسول اکرم شده این چند سال و مخصوصا حالا در مورد اخیر، حتی حرمتی که به صحت مقدس ایشون شده، یک تجمع اعتراضیه که اینجا جمع شدیم که نشون بدیم که غیرت دینی وجود داره در سراسر عالم و اینا هر توهینی که نسبت به اعتقادات مسلمین و مقدسات مسلمین بکنن قطعا میپاسخ نمیمونن. امروز اومدیم به خاطر اینکه یه خدمت کوچیکی به پیامبر اسلام کرده باشیم، خیلی هرچند کوچیک، ولی نشون بدیم که گرچه تو این زمان هستیم ولی پیامبرمون رو دوست داریم. همزمان این با 11 سپتامبر از دو جهت میتونه مد نظر باشه. یک، اول اینکه 11 سپتامبر رو تبدیل کنن به روز اسلام ستیزی. اینا دوست دارن که دین اسلام رو اهمیت یا ارزشش رو کم رنگ کنن، از اون ارزش اصلی خودش تو دنیا احساس میکنن با ساختن این فیلم‌ها ارزش اسلام و پیغمبر اونا کم میشه، ولی برعکس نمیدونن با این کاراشون واقعا خون مردم دنیا مسلمان ها به جوش میاد و باز اتحاد اونا و همبستگیشون بیشتر میشه. این که در لیبی سفیر امریکا رو کشته میشه، در کنسولیشون در بنغازی سه نفر دیگه کشته میشن، از شورش و انقلاب الهی که در مصر شکل گرفت و ریختن پرچم امریکا را از سفارتش پایین کشیدن، از مردم تونس که ریختن اعتراض کردن نسبت به بودن سفارت امریکا تو اون کشور، کاری که ما 30 خورده سال پیش کردیم، حالا اینو تازه فهمیدن، نشون میده همه این دلایل در مغرب مراکش و در بقیه کشورها، حالا شما خواهید دیدین موج به این سادگی ها خاموش شدنی نیست، تازه مردم فهمیدن چی شده. اینها نشون دهنده اینه که این بیداری اسلامیه. مسلما این امر دشمنی با اسلام و با تمام عالم هست، چرا که نه مسلمین نه مسیحیان نه یهودیان هیچ کدوم حق ندارن به ادیان توهین کنن. همه پیامبر و پیامبران ما هستن و رسول الله آخرین پیامبریه که آمد و این به جز یک توطئه سیاسی علیه مسلمین چیزی نیست. ما امروز سوالمون اینه، سران کشورهای عربی مثل عربستان، مثل قطر، مردمشون نه ها، مردمشون نه، اسلام ابدا، ملتشون نه، این نخاله های دیکتاتوری که موندن، اینا چه واکنش میخوانشون بدن؟ در حد یه بیانیه؟ اینها هر وقت ضربه خوردن از غیرت دینی مسلمین ضربه خوردن. مردم مسلمان تمام دنیا تحمل اهانت به بهانه خلقت، بهانه ایجاد هستی رو نداشتن. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل رسما ایگال پامیر میاد میگه که من نمیتونم، به ما ربطی نداره، هر چند تبعه و شهروند اسرائیلی است اما به دولت ربطی نداره، به حکومت ربطی نداره، نه ترسشونه، میدونم نمیتونن جلوی موضوع بگیرن. و اگر مسلمان ها نجنبن و واکنش نشون ندن، اونها فکر کنن ما به دینمون بی تفاوت هستیم. نشون دهنده ضعفشونه، چون کاری از دستشون بر نمیاد دیگه ناچارن این کارو میکنن دیگه، هر راهی بوده امتحان کردن، هدفشون بی احترامیه ولی به هیچ جا نمیرسه. ما تا امام زمانو داریم، تا خون شهدا هست به هیچ جا نمیرسن. دشمن اصلی ما صهیونیسم، شیعه سنی برادرن، اینقدر اشتراکات دارن که اختلافات به نظر نیاد. خب این اختلافات جزئی است، باید اون جایی که میتونیم روی از این اتفاقاتی که افتاده اینا تهدیده، اما آدم هوشیار اینا به فرصت تبدیل میکنه. میخوان بیدینی رو حاکم بکنن، تا موقعی که شعار الهی هست، شعارهای اسلامی هست، خب معلوم اینا به هدفشون نمیرسن. خب میان این کارو میکنن، معمولا زمانی رو انتخاب میکنن که درگیری ها زیاده، مثلا درگیری های اقتصادی. این حرکتی که کردن در راستای همون اسلام حراسی و تخریب اسلامی که صورت گرفته و ما دانشجویان بود جمع شدیم جلوی سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا و استکبار توی ایران هست،
که نشون بدیم که ما مسلمان‌ها با هم یه متحدی و با این کارها نمیتونن تفرقه بین ما بندازن. بسیاری از افراد تو غرب گفتن واقعا چرا مسلمان این کارو میکنن؟ مگه تو قرآن چی نوشته؟ ما بریم بررسی بکنیم. بررسی کنیم این کتاب صلح، کتاب وحدت. غرب قرن‌ها قبل مرگ معنویت، مرگ مذهب، مرگ دین رو اعلام کرد و گفت باید بر اساس روش‌های سکولاریستی فقط زندگی بکنیم. الان داره می‌بینه که تمدن اسلام در مقابل تمدن غرب وجود داره. یک تمدن مذهبی، یک تمدن دینی داره باشون مقابله می‌کنه. برای همین، برای اینکه با این ترس خودشون مقابله بکنن، به تمسخر اسلام، به تمسخر پیامبر و به تمسخر شعار اسلامی رو آوردن. اینا آخر کارشون. این شبیه به یک دست و پا زدن فردی است که تا زیر چانش در باتلاق فرو رفته. اون پیچ تاریخی شروع شده، بهش هیچ شکی نداره. و جالب اینه که همیشه دم از آزادی بیان، احترام به حقوق ملت‌ها، احترام به فرهنگ‌ها و ادیان دیگه کردن، ولی خودشون در عمل هیچ رعایتی نمی‌کنن و خیلی راحت به ملت‌های دیگه توهین می‌کنن، به فرهنگشون، به دینشون، اما بدونن که با این کارها نمی‌تونن کارشون رو پیش ببرن و تفرقه بین مسلمان‌ها، این دین بزرگ و آخرین دین خدا بندازن. از یک طرف اوباما میگه که من جنگ ما و جنگ با اسلام یا هیچ دینی دیگه نیستش، ولی از طرفی درست در همین زمانها اکرام میشه، یعنی پیش از حادثه 11 سپتامبر این فیلم اکرام میشه و این معلوم حساب شده و از قبل بوده. چرا اینکه این فیلمو قبلها ساختن؟ چرا زودتر اکران نکردن؟ قبل از حوادث سالگرد 11 سپتامبر اکران کردن تا واکنش مردم رو با 11 سپتامبر خونسا کنن. باید ببینن این جوونا رو، ببین اینا بیدار شدن. این گونه اعمال همیشه بعد از خودش یک بحث وحدت اسلامی به وجود آورد. باید هوشیار بود، اجازه تفرقه اندازی به دشمن ندید، اما فریاد شاید بهترین فریاد امروز ما این باشه که یا ایها المسلمین اتحدوا اتحدوا. فهمیدیم نبرد کجاست. این نبرد نرمی، جنگ نرمی که مقام معظم رهبری فرمود، مصداقش همین ها، همین حرکات، این آگاهی صورت گرفته. اینا تماما من شک ندارم، ما خودمون فروپاشی اینها رو خواهیم ان شاء الله. ما خودمون فروپاشی اینها رو خواهیم ان شاء الله.